در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از امضای قانونی در روسیه برای تداوم قدرت پوتین تا سال 2036، اعلام وفاداری ولیعهد سابق اردن به پادشاه این کشور، از سرگیری محاکمه بنیامین نتانیاهو و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 17 فروردین شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب از 132,500,000 نفر و 2,875,000 نفر عبور کرد. تا کنون بیش از 106,800,000 نفر نیز از کرونا بهبود یافتند. در هند برای نخستین بار از ابتدای همه‌گیری بیش از 100,000 مبتلای جدید شناسایی شدند. علاوه بر افزایش قابل توجه مبتلایان، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور نیز به سرعت در حال افزایش است. شمار مبتلایان و فوتی‌های پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز همچنان روندی افزایشی دارد. اما در آلمان میانگین فوتی‌ها طی 3 روز اخیر به 70 نفر کاهش پیدا کرده است. در ژاپن هم مقامات بهداشت این کشور از احتمال شدت گرفتن موج چهارم کرونا توسط گونه‌های جهش‌یافته ویروس ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی است که تنها 100 روز تا آغاز بازی‌های المپیک توکیو باقی مانده است. امضای قانونی در روسیه برای تداوم قدرت پوتین تا سال 2036. ولادیمیر پوتین قانونی را به امضا رسانده که به او اجازه می‌دهد پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوریش در سال 2024 در دو دوره 6 ساله بعدی نیز در انتخابات شرکت کند. به این ترتیب او می‌تواند تا سال 2036 در سمت رئیس جمهور روسیه باقی بماند. با امضای این قانون فرایند یک ساله بازنویسی قانون اساسی روسیه که با برگزاری یک رفراندوم آغاز شده بود به پایان رسید. به موجب این بازنویسی دوره‌های ریاست جمهوری پیشین پوتین لحاظ نخواهد شد. اعلام وفاداری ولیعهد سابق اردن به پادشاه این کشور. شاهزاده حمزه ولیعهد سابق اردن سوگند خورد که به عبدالله بن حسین پادشاه اردن وفادار است. دولت اردن شاهزاده حمزه را که برادر ناتنی پادشاه این کشور است به توطئه و همدستی برای بی‌ثبات کردن امنیت کشور و سلطنت متهم کرده است. او هم اکنون در بازداشت خانگی قرار دارد و دست کم 16 مقام بلندپایه اردن نیز به اتهامات مشابه بازداشت شدند. شاهزاده حمزه اعلام کرده از فرمان ارتش مبنی بر سکوت و قطع هر گونه ارتباط با خارج از حصر تبعیت نخواهد کرد. از سرگیری محاکمه بنیامین نتانیاهو در اسرائیل. دادگاه رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی از روز دوشنبه از سر گرفته شد که روز سه‌شنبه رون ریولین رئیس رژیم صهیونیستی نتانیاهو را بار دیگر برای تشکیل دولت جدید انتخاب کرد. اتهامات نتانیاهو شامل فساد، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومی است، اما او ضمن اعلام بیگناهی دادستان‌های این کشور را به کودتا علیه خود متهم کرده است. افزایش قربانیان سیل و رانش زمین در اندونزی و تیمور شرقی. شمار قربانیان سیل و رانش زمین در جزایر اندونزی و تیمور شرقی تا بعد از ظهر سه‌شنبه به بیش از 150 نفر افزایش یافت. نیروهای امدادی همچنان در تلاشند بیش از 70 فرد مفقود پس از وقوع این بلایای طبیعی را بیابند. بارندگی‌های سیلاسا و وزش گردباد استوایی سروجا باعث وقوع سیل و رانش زمین در این مناطق شده است. واکنش تند اردوغان به نامه افسران سابق نیروی دریایی ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نامه تعدادی از افسران بازنشسته نیروی دریایی این کشور را که به انتقاد از طرح کانال استانبول پرداخته بود یادآور کودتاهای سیاسی دانست. او تاکید کرد این نامه در کشوری که تاریخش با کودتا آمیخته شده غیر قابل قبول است. روز دوشنبه 10 دریادار پیشین نیروی دریایی ترکیه به دلیل امضای این نامه انتقادآمیز بازداشت شدند. این افسران در نامه خود نسبت به تأثیر طرح کانال استانبول بر پیمان مونترو هشدار دادند. این پیمان میان ترکیه و قدرت‌های بین‌المللی به امضا رسیده و به آنکارا اجازه کنترل تنگه‌های بوسفور و داردانل را می‌دهد. دولت ترکیه تأکید می‌کند که ساخت کانال استانبول به طول 45 کیلومتر قطب گردشگری جدیدی برای استانبول محسوب خواهد شد و هیچ خطری برای پیمان مونترو نخواهد داشت.